سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز چند خبر کوتاه. وزارت خارجه آمریکا خواستار سهم بیشتر هند در توسعه اقتصادی افغانستان شده است. وزیر خارجه آمریکا نقش هند را در همکاری های اقتصادی افغانستان ستایش کرده و سهم بیشتر این کشور را در رفاه ساخت و ثبات افغانستان مؤثر می خواند. هماکنون پروژه های هند در 31 کشور در 31 ولایت کشور در حال تطبیق می باشد. در روز پایانی نمایشگاه تولیدات زراعتی و صنایع دستی در شهر مزار شریف، مسئولان نتیجه آن را مثبت اعلام می کنند. با گفته آنان، تولید کنندگان بخشی از محصولاتشان را به فروش رساندند و قراردادهایی را نیز به دست آوردند. مسئولان در وزارت انرژی واب می گویند کار ساخت 21 کانال بزرگ در ولایت های مرکزی و شمال شرق ادامه دارد. هزینه این پروژه ها 76 میلیون دلار می شود که 50 میلیون آن را اتحادیه اروپا پرداخت می کند. و اینجا برای بحث بیشتر عبدالبصیر عظمی معین وزارت انرژی واب با ما هستند. آقای عظمی سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. سلامت باشین. علیکم سلام. آقای عظمی، کار ساخت کانال ها از چه زمان آغاز شده و دقیقاً چه زمان به بهره برداری خواهد رسید؟ یکی از پروژه های سکتوری ما در حوزه دریایی پنج آمو پروژه هست در قالب 76 میلیون دلار که 50 میلیون دلار توسط اتحادیه اروپا سرمایه گذاری میشه و 26 میلیون دلار توسط بانک انکشاف آسیایی. تا سال 2023 21 کانال در 5 ولایت شمالی افغانستان، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان و بامیان تکمیل خواهد شد. با بهره برداری این پروژه ها در حدود 74500 هکتار زمین آبیاری خواهد شد و این میتونه یک نقش بسیار مؤثر در رشد اقتصادی پایدار داشته باشه، چرا که افغانستان یک کشور زراعتی هست و سرمایه گذاری ها در قسمت زراعتی میتونه که در رشد اقتصادی، در ایجاد اشتغال به شکل پایدار و مثمرش بسیار مؤثر باشه. خیلی خوب، در گذشته چقدر روی این کانال ها کار شده و چقدر از این کانال ها ساخته شده؟ خب با تجربه که افغانستان کشور زراعتی هست، ما پروژه متعدد داریم که در قسمت کانال های اصلی سرمایه گذاری میکنن، چرا که مطابق قانون آب وزارت انرژی آب در قسمت کانال های اصلی عمومن کار میکنه و سایر وزارت ها مثل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، همچنین وزارت محترم انکشاف داد، اونا هم در قسمت کانال های درجه دو و کانال هایی که در سطح قریه و قصبات هست اونا هم کار میکنن. وزارت انرژی آب چندین پروگرام یا پروژه های مشخص در قسمت کانال ها داره. یکی از پروژه ها پروژه IRDP هست که با کمک و تنویل بانک جهانی صورت میگیره که پروژه بسیار موفق است. در 34 ولایت افغانستان کانال های متعدد داره. در کنار از او بانک انکشاف آسیایی از بودجه غیر اختیاری در حال حاضر بعضی از پروژه های کانال ها را در ولایت های شمالی افغانستان تطبیق میکنه و انشالله این پروژه که پیشتر نام گرفتم، این هم تا سال 2023 میتونه که در قسمت 21 کانال که هم بازسازی هست، هم سربندها هست و هم در قسمت که مربوط به خود جامعه یا اجتماعات مردمی میشه، چرا که در بحث آبیاری نقش مردم میتونه بسیار مؤثر باشه. یک قسمت از کارهای ساختمانی پروژه از طریق وزارت انرژی آب صورت میگیره و قسمت دیگه از این پروژه توسط وزارت محترم زراعت مالداری و همراه خود در واقع اجتماعات مردمی، استفاده کننده، انجمنهای استفاده کننده آب، در سطح آب آگاهی رسانی، ارتقای ظرفیت، چرا که بحث استفاده از آب و روش‌های جدیدی که ما میتونیم از آب به شکل مثمر و مؤثر استفاده بکنیم، نیاز به ظرفیت سازی در سطح خود زارعین و دهقانان ما داره که این برنامه‌ها رو باز از طریق مؤسسات وزارت محترم زراعت رو پیش می‌بره. بله. آقای عظمی، روش های جدید چگونه باید باشه برای استفاده از آب؟ خب در روش های جدید مدیریت آب بحث ای هست که مردم در خود برنامه ریزی، در قسمت تدوین و در قسمت تطبیق پروژه ها نقش موثر داشته باشه. اگر ما به اهداف استراتژی انکشاف پایدار هم نگاه بکنیم یا MSTG، در اون سه محور عمده صحبت شده. بحث اول بحث خود در واقع دخیل ساختن مؤثر مردم هست یا سوشال اینکلوژن،
بحث دوم رشد اقتصادی هست، رشد اقتصادی که پایدار باشه، و بحث سوم بحث همون سستینبلیتی خود مسائل زیست محیطی است، یا که ما چطور محیط زیست رو پایدار نگاه. یعنی وقتی که ما میخواهیم به یک رشد پایدار و مؤثر برسیم هم باید نقش مردم در سیاست گذاری ها، یعنی در واقع سیاست گذاری های کلان آب از سطح قریه و قصبات، از بستر دریاها، بر اساس نظر، رأی و نیازمندی و تقاضایی که در خود ساحه وجود داره صورت بگیره، و همچنین چطور باز این پروژه ها میتونه در رشد اقتصادی افغانستان مؤثر باشه، و در کنار از اینکه این پروژه ها از نظر مسائل زیست محیطی هم محیط رو آلوده نکنه و بتونه که محیط رو به شکل بسیار سالم داشته باشه. خب در این روش ها بیشتر تلاش میشه که نقش مردم برجسته بشه، در کنار از اینکه چون افغانستان هم یک کشور زراعتی است، متناسب با آمارهای رسمی که وجود داره بیشتر از 70-75% مردم در حال حاضر به یک شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به محصولات زراعتی هستند و در کارهای زراعتی و مالداری فعالیت دارند. یعنی افغانستان کشور زراعتی هست و پتانسیل های زراعتی داره، و سرمایه گذاری در بخش زراعتی خصوصا در قسمت بازسازی و سربندها و کانالها خودش میتونه که همون پتانسیل واقعی که افغانستان داره او رو ما بتونیم بالفعل تبدیل بکنیم و بتونیم که در دسترخان مردم تغییرات مثبت رو ایجاد بکنیم. یعنی هر چیزی که سرمایه گذاری در قسمت منابع آب، در قسمت کنترل آب و در قسمت خود کانالها و سربندها صورت بگیره، سرمایه گذاری کاملا مؤثر هستن که میتونه رشد اقتصادی پایدار و مثمر رو برای افغانستان داشته باشه. آزمی ساخت کانالها دقیقاً چقدر میتونه که برای رشد کشاورزی یک نیاز جدی باشه؟ خب در بحث ای که زارعین محترم ما، دهقانان محترم ما چه چیزهایی رو لازم دارن، یکی از اولویت ها بحث ای هست که ما آب رو بتانیم به شکل تنظیم شده و کنترل شده در فصولی که نیازمندی برای آب وجود داره به اصطلاح مدیریت کنیم، و بحث دومی است که چطور آب رو تا مزرعه یا تا جایی که استفاده میشه او رو برسانیم. خب در بحث اول بحث خود ساختن بندهای متوسط و بزرگ مطرح است، و در بحث دوم بحث سربندها، تقسیم آبها و کانالهای اصلی، فرعی و آبراههایی هست که آب رو ما از منابع آب تا سطح مزرعه میتونیم که برسانیم. و در این مسئله کانالها بسیار نقش اساسی دارن که ما بتونیم کانالها رو به شکل اصری بدون که آب رو ضایع بکنن، تقسیمات آب رو متناسب با معیارهای مسلکی داشته باشیم، و چطور ما بتونیم ببینید در بحث از آب یکی از مسائل عمده بحث استفاده مؤثر از آب هم هست. در کانالهای سابقه یک مقدار از آب ضایع میشه و آب عموماً در پایین دست در قریه هایی که کمی دورتر هست به شکل مؤثرش نمیرسه. وقتی که شما کانال ها رو بازسازی میکنین، سربند ها رو بازسازی میکنین، تقسیم آب و جریان آب رو متناسب با نیازمندی بر اساس اصول و معیارهایی که در بخش زراعتی مطرح هست اونا رو منظم میسازیم، این میتونه که هم مساحت زیادتر رو ما تحت آبیاری داشته باشیم و هم با استفاده بهتر از آب کشت بهتری بکنیم، کشتی که ارزش افزوده بیشتری رو تولید میکنه و کشتی که میتونه درآمد زارعین ما رو افزایش بده. این در واقع یعنی کانال ها و سربند ها میتونه که مسیر رو برای رسیدن آب تا سطح مزرعه به شکل از اینکه آب ضایع نشه مثمر باشه و بر اساس مسائل معیاری و مسلکی برای زارعین برسانه. دخن شما ساخت این کانال ها را با چه معیارهایی میخواین که آماده بسازید؟ خب اگر در بحث های مدیریتیش رو تقسیم بندی کنید که بحث مسائل مالی هست، سابق اتحادیه اروپا اکثر سرمایه گذاری خود به شکل آف وجهت یا از طریق خودش به شکل مستقل انجام میداد. یه اولین بار هست که اتحادیه اروپا از طریق بودجه حکومت افغانستان در قالب بودجه غیر اختیاری پول رو مصرف میکنه، و اگر ما عملکرد مناسب داشته باشیم و بتونیم از این فرصت استفاده کنیم مطمئناً اونا حاضر هستن که منابع بیشتر رو در اختیار ما قرار بدن. از این بود اهمیت داره که ما یعنی حکومت تانسته که بودجه های آفجد رو در مسیر حکومت از طریق بودجه های انکشافی که تحت کنترل است اگرچه غیر اختیاری هست او رو به مثلا یکی در واقع خودش نشان میده که حکومت تانسته یک بستر اعتماد سازی رو ایجاد بکنه. بس دومی هست که خود این 50 میلیون دلار در بحث زیربناها بسیار اهمیت داره. همیشه صدای حکومت افغانستان این بوده که کمک کننده های بزرگ، تمویل کننده ها، جامعه جهانی ما رو در زیربناها کمک کنند.
چرا که زیربناها میتونه اشتغال زایی ایجاد کنه، میتونه امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کنه، میتونه جلوی مهاجرت جوانهای ما رو به کشورهای همسایه بگیره، میتونه باعث کاهش کشت مواد مخدر بشه، چرا که کشت‌های جایگزین مثل زعفران، مثل محصولات زراعتی که ارزش افزوده نسبتاً خوبی دارن، اینا همه مسیر رو برای افغانستان بهتر آماده میکنه. در واقع سرمایه‌گذاری و هر چیزی که در بخش زیربناها خصوصا در قسمت مدیریت و کنترل آبها، تولید انرژی انسجام پیدا بکنه، ما رو در تحقق اهداف انکشافی میتونه که در واقع مسیر رو تسهیل بکنه و پروسه رو سرعت ببخشه. آقای عظیمی، حکومت و با جمین سکتور وزارت های سکتوری دقیقا تلاششون چگونه باشه؟ چقدر کانال های دیگر نیاز است که ساخته شود برای رشد کشاورزی؟ خب با توجه به 40 سال جنگی که در افغانستان بود، اکثر زیربناها در واقع از بین رفتن. کانال هایی که سابق وجود داشته، اکثر این کانال ها یا تخریب شدن یا نیازمند حفظ و مراقبت بیشتر و بازسازی هستند. و در کنار از اون کانال های جدیدی که ما احتیاج است که در واقع اونها رو احداث بکنیم یا اعمار بکنیم، اینا هم نیازمندی های جدید ما هستن. در هر سه بخش کارهای بسیار خوب شده. خوشبختانه در 2 سال اخیر بودجه مشخصی وزارت محترم مالیه برای بازسازی و حفظ و مراقبت تاسیسات و کانال ها اختصاص داده بود که پارسال هم ما تانستیم یک بودجه بسیار خوبی در حدود 260 میلیون افغانی رو مصرف کنیم. یعنی هم بازسازی کانال هایی که ساخته شده یا کانال های سابقه جز دستور کار حکومت هست، بس دوم کانال های جدیدی هستن که یا اعمار کانال های جدید، اینا هم پروژه های متعددی است که روی دست گرفته. و همچنین در بخش بازسازی بعضی از کانال ها، ببینید چرا که کانال ها به شکل طبیعی هم بعد از یک مدت از زمان که 20 سال 30 سال میگذره، او خودش باعث از این میشه که رسوبات جمع بشه و احتیاج به این است که لایروبی بشه، پاککاری بشه، بدنه از اینا در واقع به شکل پخته و اساسی ساخته بشه. در هر سه محور، هم بحث حفظ و مراقبت، بحث اعمار کانال های جدید و بحث بازسازی کانال ها، برنامه های مدون وجود داره در چارچوب منابع مالی که حکومت داره. یک از این پروژه بینه 76 میلیون دلار منابع مالی در 5 ولایت، این خودش نشان به توجه حکومت در بخش زیربناها و خصوصا در قسمت کانال ها داره. در کنار از این پروژه دیگه هم هست که در ولایت های مختلف افغانستان تطبیق بشه. ساخت کانال های جدید دقیقاً چقدر هزینه دیگه برخواهد داشت؟ خب مشخصا اگر خواسته باشیم به شکل مجموعی در مورد 34 ولایت افغانستان صحبت کنیم، این آمار همین لحظه پیش ما واضح نیست که مبرای تخمینی اگر بگوین آقای من میخوایم بگم که در بخش زیربناهای افغانستان هر چه مقدار پولی که سرمایه گذاری بشه، یعنی ظرفیت برای جذبش وجود داره، چرا که سرمایه گذاری در قسمت آبها هم ساختن بندها منابع مالی بسیار زیاده میخواه، هم بس کانال های اصلی و سربندها تمامی منابع بسیار مالی بسیار زیاده میخواه و قابلیت جذب چند میلیارد دلار در سکتور آب افغانستان وجود داره. چون وقتی یک بند سلما ساخته میشه 300 میلیون دلار سرش سرمایه گذاری میشه، این به استثنای پول مورد نیاز برای در واقع احداث و اعمار کانال ها و سربند ها در پایین دست هست که اگه اونا رو شما اضافه کنیم میتونید رقم به مراتب افزایش پیدا بکنه. یعنی وقتی ما در 34 ولایت افغانستان صحبت میکنیم، آب های خروشانی که در افغانستان هست، پتانسیل زراعتی که در افغانستان وجود داره و هم آمارهایی که 75% مردم افغانستان در کارهای زراعتی و مالداری مصروف هستن به شکل مستقیم و غیر مستقیم، این نشان میده که ما میتونیم بالاتر از میلیاردها دلار رو در این قسمت جذب کنیم، پروژه سازی بکنیم و پروژه های انکشافی رو تدبیر کنیم. اما خب حکومت در چارچوب منابع خودش برنامه های منظم انکشافی خود پیش میبره. در حال حاضر در کدام ولایت کار ساخت این بندها ادامه دارد؟ خود در قسمت این پروژه مشخص که صحبت شد در 5 ولایت هست، در ولایت بدخشان، بغلان، کندوز، تخار و بامیان 21 کانال هست، تا سال 2023 هست، مجموعاً 74500 هکتار زمین را آبیاری میکنه و این میتونه که بسیار مؤثر باشه برای خودمون مردم که در به اصطلاح در اون پروژه مصروف میشن، اشتغال زایی براشون ایجاد بشه. بخش زراعتی رو شما فراموش نکنید که صرفاً اشتغال مستقیم در این پروژه میتونه که برای 55 هزار نفر، یعنی برای 55 هزار فامیل میتونه که درآمدایشان افزایش بده.
بین 123 دلار تا بیشتر از 600 دلار میتونه که به شکل سالانه درآمد هر فامیل 55000 فامیل را افزایش بده و این میتونه در هر سال بالاتر از 10 میلیون دلار ارزش افزوده رو ایجاد بکنه و این خودش ای برای خود فامیل هایی هست که در قسمت زراعتی کار میکنن. خب باز این محصولات زراعتی باید به اصطلاح مارکتینگ بشن، باید بسته‌بندی بشن، باید صادر بشن. اونا هم چرخهای بعدی اقتصادی هستن که از این سود میبرن، منفعت به دست میارن و اشتغال زایی میتونه ایجاد بکنه، میتونه چرخهای اقتصادی، چرخهای انکشافی و چرخهای اقتصادی زنجیرهایی هستن که در این زنجیرها شروعش آب و انرژی هست و بعد از این باز در حلقه های بعدی در قسمت صادرات این محصولات زراعتی، در قسمت خود مارکتینگ از این، بسته‌بندی از این میتونه که باز دو قسمت هم تحرک رو ایجاد بکنه و باعث از این بشه که ارزش افزوده به مراتب زیادتر تا بشه. آقای عظیمی، شما گفتین که در اینجا نقش مردم باید بیشتر باشه، چه شود که اینجا مردم بیشتر سهم بگیرن؟ خب در بحث میشه نقش مردم رو در قسمت های مختلف صحبت کنیم. یکی در قسمت خود پروژه سازی ها هست، چرا که خود مردم در ولایت‌های خودشان می‌فهمند که نیازمندی اساسیشان، اولویت‌های انکشافیشان چه چیزهایی هست. این اولویت‌ها و این سیاست‌گذاری‌ها باید از طریق در واقع با در نظر داشت خاص و اراده مردم صورت بگیره که در بحث خود سیاست‌گذاری‌ها هست که ما به اصطلاح بیشک نباشه که از دفاتر کاری خود ما در کابل خواسته باشیم در مورد ولایت‌ها تصمیم بگیریم. باید با مردم بشینیم از نزدیک، سفری که جناب وزیر صاحب در ولایت‌های غربی افغانستان سایر ولایت‌ها داشتن و همیشه با مردم صحبت می‌کنن، بیشتر این هست که اولویت‌های انکشافی، نیازمندی‌های واقعی با در نظر داشت پتانسیل‌ها و منابع شناسایی بشه. یه در مراحل ابتدایی که پروژه سازی هست، انتخاب خود پروژه ها هست، چرا که این پروژه ها برای خود مردم ساخته میشه، مردم از این پروژه ها استفاده میکنن و مردم در بحث کیفیت یا بحث موفقیت پروژه ها همیشه یکی از شاخصه ها رضایت استفاده کنندگان است. اگر شما تانستین رضایت استفاده کنندگان یا مصرف کنندگان را به دست بیارید، پروژه هایتان پروژه های موفق بوده. که ما تلاش کردیم این قسمت ها همیشه نظر و خاص مردم رو بخونیم، که من اشاره به سفرهای جاد ما وزیر صاحب انرژی آب داشتم. بحث دوم بحثی است که در زمان تطبیق پروژه ها هست. در زمان تطبیق پروژه ها مردم میتونن بسیار موثر باشن. چرا؟ ما در اکثر پروژه انکشافی موضوعات اجتماعی مثل استملاک زمین داریم یا بعضا مواردی هست که نقش مردم برای حل معضلات و مشکلات در خود صاحب پروژه میتونه بسیار موثر باشه، همکاری خود مردم. و دوم مسئله سوم میتونه در بحث های امنیتی باشه. دشمنان مردم افغانستان در واقع دشمنان انکشاف هستن. هر جا که پروژه انکشافی تطبیق میشه، دشمن تلاش میکنه که او پروژه رو با چالش مواجه کنه، چرا که میخواد، فکر میکنه که اگه جلوی پروژه رو متوقف کرد، مردم نارضایتی هاشون زیادتر میشه و این اثرات منفی روی بحث حکومتداری و ملت سازی و پروسه های حکومتداری داره. و به خاطر همین همیشه دشمنان مردم افغانستان پروژه انکشافی رو هدف قرار میدن. این یک بحث کاملا واضح هست، گزارشات کاملا این رو نشان میده. مردم میتونن در قسمت تامین امنیت بسیار نقش برجسته‌ای داشته باشن، چرا که امنیت اولا که پدیده روانی هست، دوم امنیت رو شما صرفا نمیتونین با تسلیحات نظامی تامین کنه، امنیت توسط خود مردم تامین میشه. آقای عظیمی، شما در ولایت ها رفتین، بیرون از کابل با مردم دیدین، دقیقاً علاقه‌مندی از اونها چگونه است نسبت به گذشته ها؟ چقدر اونها میخواین که سهم بیشتر در تطبیق پروژه ها داشته باشن؟ واقعیت مردم افغانستان یک مردمی هستند که تشنه انکشاف هستند، تشنه خدمت هستند و هر کسی که براشون خدمت بکنه، پروژه انکشافی رو تطبیق کنه، واقعا استقبال‌های بسیار گرم انجام میده. البته این بار مسئولیت رو باز برای ادارات زیادتر میکنه، چرا که مردم، یک رابطه مردم و رابطه حکومت یک رابطه دو طرفه هست. مردم در واقع لیاقت بهترین خدمات رو دارن و حکومت با در نظر داشته از اینکه منابع رو در اختیار داره، باید عرضه خدمات رو بکنه. یعنی ما خدمتگزار مردم هستیم به خاطر از اینکه منابع در پیش ما هست و ما این منابع رو باید به شکل مؤثر و مفید برای رضایت مردم با در نظر داشته مسائل توازن و پایداری انکشافی و رشد اقتصادی مصرف بکنیم. همیشه فضای مثبت بوده. واقعا وقتی که آدم در قریه و قصبات افغانستان همراه مردم صحبت میکنه، از شاید میبینه که مردم کاملا متفاوت از اون بحثای سیاسی که بعضا فضای انکشافی رو حتی متاثر میسازه، کاملا از مسائل کاملا به دور هستن.
مردم دوست دارن که در پروژه های انکشافی همکار باشن و حتی حاضر هستن به شکل رضاکارانه در پروژه ها سهم بگیرن، در تامین امنیت پروژه ها حاضر هستن قربانی بدن. یعنی فضا از نظر مردمی کاملا مناسب برای تطبیق پروژه ها هست. دشمنان مردم افغانستان هر از گاهی تلاش میکنن، اما خب مردم هم با هوشیاری و آگاهی در همکاری با وزارت‌های انکشافی و سکتور امنیتی افغانستان در واقع پلان‌های شوم از اونها رو خنسا می‌کنن و ما هم باید تلاش بکنیم که پروژه‌ها رو هر چه زودتر برای مردم تطبیق بکنیم. ببین هر در واقع گروپی که روشن میشه یا هر چراغی که در واقع روشن میشه، این فقط یک چراغ نیست، در روشنایی چراغ یک نفر درس می‌خونه، یک دکتر در واقع عملیات جراحی می‌کنه، یک صنعتکار ما کار صنعتی میکنه، یک در واقع ملائمای ما در واقع کار تدریس و اما بحث عرضه اما صحبت های علمی خود داشته. یعنی ما هر چراغی رو که در واقع در هر خانه بتونیم روشن بکنیم، یعنی در واقع مسیر انکشاف رو جهت دادیم، مسیر انکشاف رو برای از اونها هموار ساختیم. در بحث آب هم به این شکل است، با توجه که افغانستان کشور زراعتی، هر قطره آب رو که بتونیم مدیریت کنیم و برای زراعت استفاده بکنیم، یعنی که اشتغال زایی، یعنی که در دسترخان مردم تغییر مثبت ایجاد میشه و ما میتونیم که به خودکفایی حداقل به شکل نسبی که بتونیم از نظر بحث تغذیه و غذا و مسائلی که در داخل هر کشور باید براش تدابیر خاص سنجیده بشه، میتونیم به یک مقدار به خودکفایی و یک حداقل به مسئولیت برسیم. حالا بحث خودکفایی که یک بحث کاملا بزرگ هست و تلاش ها هم به می طرف جریان داره. آقای عزمی، در حال حاضر چالش ها در ساخت بندها قند چه هست؟ خب چالش ها میتونه بسیار متعدد باشه، از منظرهای مختلف میشه که به چالش ها نگاه کنیم. خب بحث امنیت رو پیشتر براتون گفتم، بحث های اجتماعی و استملاک زمین، و دوم بحث عمده‌ای که در بحث انکشاف میتونه مطرح باشه بحث طرز نگاه به انکشاف است. ببینید انکشاف یک پروسه هست، انکشاف تمام نمیشه، یک جریانی هست که باید حمایت بشه، خالی از نقص و اشتباه نیست. ما که در سکتور انکشافی افغانستان کار میکنیم، همیشه خود ما در واقع اعتراف میکنیم که خالی از اشتباه نیستیم، اما این اشتباه عمدی نیست. این ماهیت انکشاف در هر کشور است. اگر ما امروز به آمریکا میگیم یک کشور بسیار پیشرفته هست، یا کشورهایی که در جنوب آسیا هستند، یا کشورهای اروپای غربی، اینا کشورهایی هستند که بیشتر از 100 سال 200 سال روی انکشاف سرمایه گذاری کردن. در قسمت انکشاف افغانستان کاملا جوان است، هم در قسمت ظرفیت سکتور خصوصی، هم ظرفیت خود ادارات، هم سایر عوامل تاثیرگذار در بحث‌های انکشافی. ما با دید خود رو به بحث انکشاف یک دید مثبت بکنیم، همیشه یک فضای کاملا اعتماد مبتنی بر حمایت همه جانبه داشته باشیم تا پروسه‌های انکشافی در واقع یکی بعد از دیگری تکمیل بشه و ما به یک افغانستان آباد و آزاد برسیم. برنامه‌های انکشافی برنامه‌های طولانی مدت هستن، نتایجش در بین یک سال دو سال قابل لمس خیلی برای مردم نباشه، اما مردم مطمئن باشن که جریان انکشافی که شروع شده اگر این حمایت بشه و تقویت بشه که همچنین همه هست و حمایت‌ها هم جریان داره، ما در یک برنامه مشخص 5 ساله میتونیم که نتایج قابل لمس برای مردم داشته باشیم. و اگر ما میخواییم به یک افغانستان آباد، آزاد و مقتدر برسیم در بحث‌های انکشافی، باید زمان داشته باشیم، باید حمایت صورت بگیره و باید تلاش ها به شکل منسجم، هماهنگ و در یک فضای کاملا مبتنی بر اعتماد، مردم و حکومت در کنار یکدیگر به سمت انکشاف حرکت بکنیم که خوشبختانه این جریان ها و این تلاش ها هر روز تقویت میشه و ما خوشبین هستیم که بتونیم به اهداف انکشافی که داریم به شکل حداقل برای که رضایت مردم به شکل نسبی داشته باشیم، اونا رو بتونیم تکمیل بکنیم. خیلی سپاس عبدالبصیر عزمی، معین وزارت انرژی و بازیک، شما در زیربنا تشریف آوردین. تشکر. و برنده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی با 36 پول، یک یورو 79 افغانی با 77 پول، یک پوند انگلیسی 89 افغانی با 62 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 59 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی با 2 پول، 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی با 6 پول و 1000 کلدار هندی 1057 افغانی با 8 پول. و این هم قیمت طلا. یک گرم طلای کویتی 2600 افغانی،
یک گرم طلای سنگاپوری 2650 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2670 افغانی، یک گرم طلای عربی 2580 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2000 افغانی و یک گرم طلای روسی 2150. و این هم قیمت مواد اولیه. یک کیلو شکر 50 افغانی، یک بوره آرد خارجی 1150 افغانی، یک بوره برنج خارجی 2200 افغانی، یک لیتر تیل پترول 47 افغانی و یک کیلو گاز 65 افغانی. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.